بنگلادش قصد دارد دومین گروه از مسلمانان آواره میانماری را به یک جزیره غیر مسکونی اعزام کند به گزارش شیورز ورز به نقل از رویترز در حالی که بسیار از گروه های حقوق بشری نسبت به انتقال آوارگان روهینگیایی به جزیره باهاسانچار در خلیج بنگال هشدار میدهند مقامات بنگلادشی قصد دارند دومین گروه از مسلمانان آواره میانماری را به این جزیره غیرمسکونی اعزام کنند پیش از این 1600 نفر به این جزیره منتقل شده و قرار است در روزهای آتی هزار نفر دیگر منتقل شوند مسلمانان روهینگیا در سال 2017 میلادی مورد حجوم گسترده ارتش و بوداییان افراطی میانمار در ایالت راخین قرار گرفتن به گزارش پزشکان بدون مرز تنها در یک ماه 6700 نفر زن، مرد و کودک روهینگیایی در این حمله قتل عام شدند ادامه کشتار، شکنجه و حتی حرمت باعث شد تا 730 هزار مسلمان روهینگیایی به بنگلادش گریخته و در شرایط ناگواری روزگار بگذرانند مقامات بنگلادشی میگویند انتقال مسلمانان روهینگیا به این جزیره کاملا داوطلبانه است و اجباری در کار نیست سازمان ملل اما گفته به خاطر سیل های فصلی مشهوری که این جزیره به خود میبیند نمیتواند امنیت مهاجران را تایید کند بنابراین انتقال آنان درست نیست این در حالی است که جزیره باهاسانچار 20 سال پیش از دل آب بیرون آمده و حتی ممکن است غرق شود